امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. سال 1380. از زمان‌های قدیم بیگانگان مجرمین خود را در بدن انسان‌ها زندانی می‌کردند و انسان‌ها از این امر بی‌خبر بودند. بیگانگانی که می توانستند از بدن انسانها خارج شوند را پارو می نامیدند. عملیات استخراج زندانی شروع شد. بدنش رو پیدا کردیم. بکشیدش. این دیگه چیه؟ دست نزد. آجی؟ دروازه زمان باز شد. ما به راهمون ادامه میدیم. قطعا من آخرین نفر نیستم. پس فطرت کار تمومه. نگران نباش، آسیبی ندیدیم. نگران نیستم. فیلم بیگانه درباره وقایعی است که هنگام باز شدن یک پورتال زمانی مرموز رخ می‌دهد و تایویست های سلسله گوریو را که در جستجوی یک شمشیر افسانه‌ای هستند با افرادی که به دنبال یک زندانی فضایی حبس شده در بدن انسان هستند را به یکدیگر مرتبط می‌کند. این فیلم همزمان سه دوره زمانی مختلف را با حوادثی غیرقابل پیش‌بینی به یکدیگر متصل می‌کند. برای قرن‌ها بیگانگان زندانیان خود را به زمین می‌فرستادند و در بدن انسان‌ها حبس می‌کردند. در سال 2022 محافظ کیم وو بین و تاندر هوش مصنوعی و همکار محافظ روی زمین زندگی می‌کنند و زندانیان بیگانهایی که در مغز انسان حبس شده‌اند را کنترل می‌کنند. یک روز یک فضاپیما در آسمان سئول ظاهر می شود و یک بیگانه خطرناک و قدرتمند وارد بدن کاراگاه پلیس مون می شود. همزمان در دوره گوریو برای یافتن شمشیر مرموزی که هیچ چیز قادر به نابود کردن آن نیست، جایزه هنگفتی می گذارند. یک اتفاق عجیب باعث می شود تا زندگی افرادی که در سال 2022 در حال تعقیب زندانیان بیگانه ای محبوس شده در بدن انسان ها هستند، با جادوگران و شمشیرزنهایی که در دوره گوریو به دنبال شمشیر مرموز افسانه‌ای هستند، به یکدیگر پیوند خورده و نجات زمین در دست افرادی بیفتد که هیچ کدامشان از اتفاقاتی که در حال رخ دادن است خبر ندارند، اما هر تصمیمشان بر روی آینده اثر خواهد گذاشت. و همین موضوع باقی داستان این فیلم را رقم خواهد زد. محکم خودتون رو ببندید. همین حالا. بیگانه و آدمیزاد. و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. آنتونی رئیس شرکت کیبی در سه پست متوالی نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کرده. خانم‌ها و آقایون، به آزمایشگاه علوم فناوری سنگ سیاه خوش اومدید.
مواجهه با خطرهای ناگهانی توان پاسخگویی سریع و جلوگیری از هر گونه عملیاتی رو داره.